سلام، به برنامه فرامرز با من زینب عزیزی خوش آمدید. مردم میانمار بعد 25 سال انتظار رایشان را به صندوق ها ریختند. انتظار می رود که لیگ ملی برای دموکراسی یا حزب آنگ سان سوچی پیروزی های مهم کسب کند و به دهه ها تسلط نظامیان بر سیاست پایان دهد. گفته می شود در میان 90 حزب که بر رقابت پرداختند هیچ کاندید از مسلمان های میانمار وجود نداشته است و در این انتخابات مسلمانان از حق رای دادن محروم شدند. برای بحث بیشتر روی این موارد با خود داریم سید ناصر موسوی، کارشناس روابط بین الملل. آقای موسوی بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. تشکر. مامان. در آغاز آقای موسوی اگر از اینجا آغاز کنیم، جایگاه میانمار در قاره آسیا. خب میانمار کشور تقریبا میشه گفت مهم است، به این دلیل که میانمار کشور هستند که دارای 55 میلیون نفوس هستند و تقریبا میشه با خیلی از کشورها ارتباط دارند و برنامه دارند. در کشورهایی که در این منطقه وجود دارند، یکی از کشورهای تاثیرگذار نمیتونه باشه، به این دلیل که از یک طرف همیشه یک کشور بی ثبات بودند، یعنی به این دلیل که هر از چند گاهی بعد از استقلال کشور توسط نظامی ها در واقع کودتا شدن و حکومت های ملکی را برکنار کردن، جنرال های ارتش آمدن حکومت را بر دست گرفتن و از طرف دیگر هم اقتصاد کشور بیشتر متکی به واردات هستند. این واردات کشور میانمار 3 برابر صادراتشان هستند. تقریبا بدهی های این کشور میانمار 25 میلیارد دلار بدهی خارجی دارند که اکثرا این بدهی ها در واقع از خریداری اصلی هستند از کشور مثل چین، روسیه و هند. اما با توجه به اینکه با چند کشوری که در واقع ارتباط تجارتی دارد مثل هند و مثل بنگلادش و مثل چین و طبعا هم با کشورهای هندونزیا و با این کشورهایی که ارتباط تجارتی دارن، اما در سطح معادلات روابط بین الملل یا در سطح کشورهای آسیا یک کشور تاثیرگذاری که حداقل بتونه مؤثر باشد و قابل محاسبه باشد نیستن در سطح کل منطقه. اما خب طبعا در ساحه که اونها زندگی دارن یک کشوری هستن که حرکتشان، برنامه هایشان به لحاظ مذهبی، چون بودایی ها در هند نفوس گسترده ای برخوردار هستند، در چین نفوس دارد، به خصوص در بخش تبت که به رهبری دالائی لاما هستند و مشکلات بسیار کلانی را در واقع با دولت چین دارن و به او خاطر میتونه به عنوان یک بازیگر منطقوی در حوزه کشور و سایر منطقه در واقع مطرح باشد. اما به دلیل بی‌ثباتی گسترده و حکومت دوامدار نظامی ها، فقر بسیار جدی و تبعیضی که وجود دارد، همیشه اینها نتونستند که امور رشد و توسعه را که بعد از استقلال اینا به دست بیارن در واقع به او برسند. به خاطر اینکه با توجه به حرف شما از اونجا که شما اشاره کردین میانمار آنقدر هم تاثیرگذار در منطقه نیستن، حال اگر نگاهی داشته باشیم به این که مردم میانمار بعد 25 سال رایشان را به صندوق ریختن، از این که چی پیش زمینه ها و کدام عوامل باعث شد که حال مردم میانمار رفتن به سوی انتخابات؟ خب در واقع بعد از نیم قرن یا در واقع بعد از 50 سال اولین انتخابات نسبتا آزادی در میانمار برگزار میشن که در این انتخابات 90 حزب خرد و بزرگ در انتخابات شرکت دارن. اما رقابت اصلی بین 2 حزب لیگ ملی برای دموکراسی از طرف خانم آنگ سان سوچی در واقع رهبری میشه و حزب حاکم همبستگی و توسعه که به رهبری جنرال های ارتش و رئیس جمهوری فعلی کشور مطرح هستند، این 90 حزب رقابتشان بر سر 660 کرسی هستند و تقریبا 6000 کاندید در این انتخابات با هم رقابت میکنند. همونطور که شما اشاره کردین هیچ گونه کاندیدی از بین مسلمان ها وجود ندارد و از اون طرف هم تقریبا 1 میلیون مسلمانی که حق واجد شرایط برای رای دادن داره، این حق دارد که باید رای بدهد، به او معیار رسیدن، به دلیلی که این مسلمانان روهینجا اصالتا بنگلادشی هستند اما فعلا نه تابعیت بنگلادش را دارد و نه کشور میانمار، با وجودی که 3 نسل بعدشان، 4 نسل بعدشان، 2 نسل از طریق کشور زندگی میکنه، برای اینها تابعیت داده. اینها اصلا تذکره ندارن، مثلا کارت هویت ندارن، شناسایی نشدن، به عنوان شهروندی میانمار در واقع اینها مطرح نیست، اینها حق رای دادن ندارن و تعدادی که شاید به 100,000 نمیرسن و تعدادشان به چند هزار میرسن، کمتر از 100,000 نفر هستن، مسلمانان غیر روهینجا اونجا وجود دارن که اونها تذکره تابعیت دارد و اونها هم در انتخابات شرکت میکنند و
نظرسنجی ها نشان میتن که اکثریت این تعداد مسلمان ها در واقع به حزب لیگ ملی برای دیموکراسی رای خواهد دادن. حال بار میگردیم به این نقطه نظر، کشوری چون میانمار با توجه به تفرقه مذهبی که اینجا وجود داره، از سوی دیگر بار میگردیم به این که 30 میلیون از اونجا گفته شده واجد شرایط بوده در رایدهی این دور انتخابات، بار میگردیم به این که با توجه به وضعیت میانمار حالا 90 حزب در این انتخابات بر رقابت پرداختن، عزیز شما از اونجا که 6000 کاندید، واقعا این وضعیت انتخابات را چگونه خواهد ساخت؟ خب اولی که استقبال مردم بسیار گسترده بودن، یعنی بالای 80% مردم طبق نظرسنجی ها در انتخابات شرکت کردند و یک چهارم از این 660 کرسی را به نظامیان میانمار طبق قانون اساسی که خود نظامیان ساخته اختصاص داده شدند، که این یک چهارم در واقع یا 25% کل پارلمان از طرف نظامیان، از طرف شورای نظامی ارتش انتخاب میشه که ربطی به مردم ندارن. و تقریبا معیاری که در اونجا در نظر گرفته شدن، باید 10% کل آرای سرتاسر کشور را اگر یک حزب بیارن، اونها حق فرستادن نماینده در پارلمان دارن. اما با توجه به اینکه رقابت اصلی بین دو حزب مطرح، بسیار بعید است که بتونه این 90 حزب اکثریتشان در واقع او شرایط را پوره کرده بتونه که 10% کل آرای 30 میلیون به دست بیارن. وجود 90 حزب در یک کشور، آن هم رقابت در انتخابات، نشان دهنده چی هست آقای مساوی؟ خب در این کشور تقریبا میشه گفت که از 5 سال به این طرف حکومت ملکی روی کار آمدن، این از سال 1991 به این طرف که کودتا صورت گرفتن از طرف ارتش، حکومت ملکی را برکنار کردن. تا 5 سال قبل حکومت نظامی وجود داشتن، قانون اساسی معطل بودن و تمام برنامه ها و اداره دولت طبق فرمان نظامیان در واقع اداره می شدن. بعد از تلاش های گسترده خانم سوچی، یعنی تقریبا میشه گفت خانم سوچی نزدیک به 25 سال در کشور خودش در واقع در ابس خانگی به سر می بردن و تلاش های بین المللی به خصوص از طرف ایالات متحده آمریکا و اروپا که صورت گرفتن و فشارهایی را که از جانب چین و بعضی کشورهای دیگه که روابط تجارتی با کشور داشتن بر اینها وارد آمدن، حداقل ارتش متقاعد شدن که 5 سال قبل یک حکومت ملکی را ایجاد بکنه. در طی 2 سال میشه، یعنی در واقع از سال 92 به طرف، اصلاحات را در بخش‌های مختلف آغاز کردند که یکی از اختلافات یا برایند این اصلاحات 2 ساله امی انتخابات امروز است، انتخاباتی که در واقع انجام شدن و مردم آمدن در این انتخابات شرکت کردن. اما خیلی بعید است که در واقع بشه گفت که کل او خواسته هایی که مردم داره و یا او انتظاراتی که مردم میانمار دارد این انتخابات بتونه برآورده بکنه. همچنان سفارایی بسیار جدی بین ارتش و نظامیان و حزب خانم سوچی در جریان هستند و بعضی ها خیلی ناظرین شک دارد که اگر انتخابات به گونه رقم بخوره، یعنی که اکثریت مطلق پارلمان به دست حزب لیگ ملی برای دموکراسی بیفتن، نظامیان بتونه این را قبول بکنه. در بسیار از کشورهای جهان سوم از جمله در ترکیه تقریبا 3 بار حکومت ها توسط ارتش وقت انتخابات را بردن، حزب مردم در واقع حزبی که طرف مردم حمایت می شدن نظامیان نپذیرفتن. یا در الجزایر زمانی که انتخابات صورت گرفتن به طور شفاف یک حزب مخالف دولت برنده شدن، نظامیان نپذیرفتن. در میانمار این خطر همچنان وجود دارد که اگر نظامیان احساس بکنه که او سلطه را که بر اقتصاد میانمار، بر اجتماع میانمار، بر منابع طبیعی میانمار و زدوبندهایی که دارن و فساد گسترده‌ای که در داخل حکومت وجود دارد، اگر همه اینها اونا احساس بکنه که ازشان بره، ممکنه که این نتیجه انتخابات را نپذیره. ولی خب فشار جامعه بین المللی و نهادهایی که در داخل کشور هستند تا حد نشان دهنده این است که شاید به طور نسبی بپذیرند. از آنجا آقای مساوی، گفته می شود که ارتش در این کشور تجربه نپذیرفتن آرای مردم را کردند که در دهه 90 میشه اشاره کرد. با این حال، با توجه به نقش که سازمان ملل متحد و از سوی دیگر کشورهایی که بیشتر تاکید داشتند تا این انتخابات برگزار شود، با این حال انتظاری می رود که یک بار دیگر نظامیان و یا ارتش این کشور آرای مردم را نپذیرند؟ خب یک مورد می خواهم عرض بکنم که هم دفتر سازمان ملل متحد در کشور میانمار، هم وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا و هم ناظرین اتحادیه اروپا از میزان مشارکت و شفافیت در انتخابات ابراز رضایت کردند. اما همه‌شان گفتند که
حداقل او بخش هایی که در داخل ارتش بودن یا سایت هایی که در داخل ارتش و پلیس و بخش های امنیتی و اطلاعاتی سایت هایی گذاشته شده بودن که مردم میمدن اونجا رای خود میریختن، در اونجا ناظرین حق دسترسی نداشتن، حق معلومات، یعنی کل روند تحت پوشش ناظرین بین المللی نبودن، در یک بحث. و دوم که بین یک انتخابات معیاری که امروز در همه دنیا مرسوم هستند با شفافیتی که در اونجا باید باشد فاصله زیادی وجود دارد. اما میگه نظامیان آمدن مثلا بعد از 50 سال حاضر شدن که اجازه بدن که مردم در انتخابات مشارکت بکنند و سرنوشت خود را تعیین بکنند، نشان دهنده است که فشارهای بین المللی کارساز است. دو مورد در واقع اینجا، این دو مورد پارادوکس وجود دارد. اول از یک طرف که کشورها در عرصه بین المللی یا در عرصه داخلی کشور خودشان کاملا استقلال دارد، یعنی کشورها به لحاظ حقوقی هیچ تفاوتی بین ایالات متحده آمریکا و میانمار وجود ندارند، به دلیلی که اونها خب حاکمیتشون هستن، مردمشون هستن، میتونن خودشون تصمیم بگیرن. اما چیزی که نظامیان را تحت فشار قرار میدن که در واقع و تحریم گسترده ای که از طرف سازمان ملل متحد بعد از سال 1991 اجرا گذاشته شدن، تحریمی که از طرف اتحادیه اروپا، تحریمی که از طرف کشورهای آسیون و تحریمی که از طرف در واقع ایالات متحده آمریکا، تحریم های مختلفی هم به لحاظ نظامی به لحاظ اقتصادی بر میانمار وضع شدن، در نهایت اینمی تحریم ها بودن که نظامیان را وادار کردن که در همی منیش و رویشان در قبال حزب لیگ ملی برای دموکراسی و در کل میانمار تغییرات را به وجود بیارن. فعلا هم نظامیان به درستی احساس میکنند که در صورتی که انتخابات را اینا نپذیرند، با وجود علاقه و گستردگی که مردم در انتخابات شرکت کرده و برای زندگی را که حزب لیگ ملی برای دموکراسی دارن و مشروعیت ملی و بین المللی را که خود خانم سوچی به عنوان یک کسی که برنده جایزه صلح نوبل هستند، اگر همه اینها را نادیده بگیرد دوباره تحریم های جامعه بین المللی برمیگرده محکمتر از گذشته. این تنها ابزار فشار هستند که در واقع سران ارتش را وادار کردن که حداقل انتخابات را به شکل مدیریت شده شان هم بپذیرد، یعنی به این معنا که از طریق انتخابات بخش از قدرت را با حزب لیگ ملی برای دموکراسی تقسیم بکند. یک مورد هم باید گفت که نظر به قانون اساسی که بعد از سال 1991 خود ارتش تغییر دادن، خانم سوچی به عنوان حزب برنده یا حزب اکثریت نمیتونه به عنوان رئیس جمهور انتخاب شوند. به این دلیل که قانون اساسی میانمار میگه که کسی که رئیس جمهور باشد باید خودش هم تابعیت تنها میانمار را داشته باشد، فرزندانش تابعیت تنها میانمار را داشته باشد، اگر شوهرشان هستند هم تابعیت تنها میانمار را داشته باشد، و اگر مثلا خانمشان هستند هم تنها تابعیت میانمار را داشته باشد. خانم سوچی دو تا فرزند دارد که هر دو تایشان تابعیت انگلستان دارد. به این دلیل مشکل بسیار کلان سر راه خانم سوچی وجود دارد که اونها بتونه بعد از پیروزی در انتخابات پارلمانی به عنوان رهبر دموکراسی کشور و به عنوان یک شخصیت پذیرفته شده و جهانی و بین المللی و به عنوان کسی که انتخاب مردم است به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود. ممکن است از طرف اعضای حزبشان کسی باید انتخاب شود. و حال برمیگردیم به تشکیل دولت میانمار بعد از انتخابات. از اونجا که گفتم ایشا شما اشاره کردین که خانم سوچی نمیتوانه بنا به تابعیتی که فرزندانش از انگلستان داره رئیس جمهور شود. حال اگر یک نکته دیگه که شما اینجا اشاره بکنید، روند تشکیل دولت چگونه است؟ واقعا اگر بتونه حزب خانم سوچی برنده شود به تنهایی میتواند دولت تشکیل بدهد یا نه؟ وایم اینجا باید ارتش حضور داشته باشد؟ اگر خب ببینید اولی که 25% پارلمان در اختیار ارتش است، اگر خانم سوچی بتونه تقریبا 80% آرا را به دست بیارن و به عنوان حزب اکثریت شناخته میشه، اینا حق دارن که دولت را تشکیل بدهند. این پارلمان است که بعد هم رئیس جمهور را و هم وزرا را و در واقع مراحل بعدی حکومت را تشکیل میکند. اما این که نتیجه انتخابات چی باشد و آیا واقعا خانم سوچی میتونه 80% کل آرا را که در صندوق ها ریخته میشه به دست بیارن یا نه، یا بعضا اگر نتونه اینا به دست بیارن بدون خب به استثناء حزب حاکمین، حزب همبستگی و توسعه، با 90 حزب دیگه ای که هستن، البته ممکنه از این 90 حزب یک تایشون، دو تایشون، سه تایشون تعداد کرسی ها را به دست بیارن، اگر بتونه با آنها ائتلاف بکنه میتونه بدون حزب همبستگی و توسعه، یعنی بدون حزب مورد حمایت ارتش، دولت را تشکیل بدن. هر فادس های آقای موسوی وجود داره که رهبر حزب همبستگی و توسعه شکست شد در مقابل حزب دموکراسی یا که لیک ملی برای دموکراسی پذیرفتند. حال میشود گفت که تمام یعنی برنده شدن خانم سوچی خیلی هم نزدیک است در این انتخابات. خب ببینید در میانمار مشکل ساختاری وجود دارد، به این معنا که میانمار از یک طرف در واقع اقتصادشان بسیار ضعیف هستند، از یک طرف ارتش هم بر اقتصاد کنترل دارد، یعنی خود ارتش بخش از واردات و صادرات بزرگ از کشور را در دست دارد، خود ارتش کارخانه دارد، خود ارتش در واقع نیروهای کارگر دارد،
خود ارتش بانک دارد و خود ارتش در قالب شرکت ها با بسیار از کشورها قرارداد دارد. اقتصاد میانمار در واقع یک اقتصاد 100% دولتی است که نمیتونه اقتصاد بازار آزاد باشد، حتی اقتصاد کنزی و مختلط هم نیستند. این اقتصاد با تمام مشکلات و شکستگی که دارد در واقع کاملا در کنترل ارتش است. این زمان طولانی میخواهد تا در واقع قانون اساسی میانمار تغییر بکند و از اقتصاد سوسیالیستی تغییر بکند به اقتصاد بازار آزاد یا اقتصاد مختلط که حداقل یک وقت میخواهند. و در کل بخش مثلا در رسانه ها در میانمار، تمام رسانه های میانمار بدون استثناء، به استثنای تنها نشریه ای که مربوط به حزب لیگ ملی برای دموکراسی میشه، تمام این نشریه ها یا شبیه نشریات که وجود دارن از طرف دولت پول دریافت میکنند، از طرف ارتش پول دریافت میکنند، فقط برای ارتش فضا سازی میکنند، جو را آماده میکنند، اونها در خدمت دولت هستند، هیچ گونه آزادی اونجا وجود ندارد. و از طرف دیگر هم شما میبینید که در این کشور تقریبا 40% جوانای کشور بیکار هستند و از 40% در کل میانمار 80% نیروها نیروهای غیر متخصص هستند، نیروهای غیر فنی هستند و مشکلات جدی بیکاری وجود دارد. همه این گرفتاری ها من فکر نمی کنم که به این زودی ها، اگر فرضاً بر این باشد که خانم سوچی بتونه 80% کل آرا را به دست بیارن و حداقل دولت بعدی را تشکیل بتن، معاونش و یک از اعضای حزبش به عنوان رئیس جمهور هم انتخاب شوند، نظامی ها به ای آسانی که در این مدت 50 سال کل قدرت، اقتصاد، رسانه ها و هر چیزی که شما در جامعه دارید در دست داشتن، همه اینها را به سادگی رها بکنند. من فکر می کنم این زمان طولانی در بر خواهد گرفت تا بتونه اینها قدم به قدم این مشکلات را حل بکنه و حزب لیگ ملی برای دموکراسی بتونه در عمو اقتدار و عمو حق مردم برشان داده به او برسد. آقای مصیبا، توجه به وضعیت که شما از میانمار تشریح کردین، حال برمیگردیم به این نقطه نظر، همان روند برگزاری انتخابات نگرانی های وجود دارد که ممکن تقلب گسترده ای در این انتخابات وجود داشته باشه، و از اونجا که جان کری وزیر خارجه آمریکا هم گفتن که نمیشود این را یک انتخابات خیلی خوب دانست، انتخابات میانمار را. با این وضعیت که نگرانی ها از عدم شفافیت در انتخابات وجود داره، برمیگردیم به امین صلاحیت که ممکن خانم سوچی اینجا برنده شود و یا هم که این حزب که همبستگی و توسعه ممکن حاکمیت اینا زیر سوال بره با توجه به تقلبی که در این انتخابات وجود داره. خب از اینکه ناظرین بین المللی، یعنی ناظرین اتحادیه اروپا و ناظرین کشورهای حوزه جنوب شرق آسیا وقتی مدر رفتن در میانمار انتخابات را نظارت کردن، به استثنای اون بخشای محرمانه کرتش خط سرخ کشیدن و اجازه ندادن که ناظرین از اون بخشا نظارت بکنه، در دیگر بخشایی که ناظرین رفتن از نحوه مشارکت مردم که بسیار بالا بودن و از میزان شفافیتی که اونجا صورت گرفتن رضایت داشتن. اینه گفتن در شرایطی فعلی که در کشور میانمار وجود دارد و در کل فضای اجتماعی و ذهنیتی که اونجا خلق شدن، به می اندازه که حداقل انتخابات صورت گرفتن، انتخابات در واقع قابل قبول است و انتخابات از مشروعیت قانونیشان برخوردار هستند و همه فرض را بر این گرفته که خانم سوچی و حزبش یقیناً به پیروزی خواهد رسیدن. اگر نظامیان پیروزیشون را بپذیرند، ما فکر میکنیم که دیگه حرف و حدیثی بر سر چگونگی انتخابات مطرح نخواهد بود. از آنجا که سازمان ملل متحد هم در از میانمار خواستار رعایت حقوق بشر شده، گفته می شود بخشی از اقلیت ها در این انتخابات حضور نداشتند، با این حال بازم گفته می شود، بازم می شود قبول کرد که انتخابات میانمار با تمام معنا و با شفافیت لازم برگزار شده؟ خب اگر شما در کلیات ببینید که ما تمام شهروندان یک کشور که حداقل اینها به عنوان شهروند مطرح هستند باید رای بدن، بس هستی اونجا در ایست که 1 میلیون مسلمان روهینجا که در اونجا حضور دارد، کشور میانمار، یعنی حکومت نظامی میانمار، اینها را به عنوان شهروندان میانمار نمیشناسد، چون اینها تذکره تابعیت ندارد، کارت برای انتخابات ندارد. متاسفانه این اقلیت هایی که در اونجا زندگی دارد، تنها اینا نیستن که در انتخابات شرکت ندارند، اینها در انتخابات حق شرکت ندارند، فرزندانشان در مکاتب دولتی درس خوانده نمیتونند، جوانانشان در پانتون های دولتی درس خوانده نمیتونند، هیچ گونه خدمات بهداشتی و خدمات شهرداری که برای همه مردم در واقع میانمار مطرح است، متاسفانه مسلمانان روهینجا از همه اینها استثناء است. در تشنجات و خشونت هایی که تقریبا در 2 سال قبل صورت گرفتن، در چند سالی گذشته بیشتر از 100,000 نفر این مسلمان ها از خانه هایشان آواره شدن، تعدادشان هم مهاجر شدن،
تعداد از اینها حتی فعلا هم در سطح یک ولسوالی فرض بفرمایید، در سطح یک شهر کوچک اینها در حفاظت ارتش به سر میبرند. متاسفانه میانمار اگر به او حساب شما ببینید به لحاظ تأمین حقوق بشر و حق شهروندی و کرامت انسانی بدترین برخورد را با مسلمانان کردن، نه تنها با مسلمانان که حتی بسیار حکومت نظامیان بسیار از مخالفینشان را، از اعضای لیگ ملی برای دموکراسی را، رهبرانشان را در واقع اعدام کردن، سرکوب کردن، حتی بعضشان را تبعید کردن و تعدادشان را حتی سلب تابعیت کردن. با اول لحاظ یک حکومت بسیار مستبد خشین که هیچ گونه در واقع معیار حقوق بشری متاسفانه در اونجا مراعات نشدن. تعداد مسیحیایی که اونجا وجود دارد وضعیتشان خیلی از مسلمان ها بهتر نیستن، البته بسیار اقلیت هستن و بزرگترین اقلیت این کشور که مسلمان هستن متاسفانه نتونستن در انتخابات شرکت بکنه، که با اول لحاظ اگر شما ببینید حتی در انتخابات پیشروی از جمع این 6000 کاندید هیچ یک از اینها و حتی رهبرانشان، حتی خانم سوچی در مورد حمایت از مسلمانان روهینجیا هیچ طرحی را ارائه نکردن، هیچ زبان انتقاد را مطرح نکردن، با وجود که ایشان جایزه حقوق بشر را دریافت کردند. ولی به این دلیلی که همه این کاندیدا به شمول خانم سوچی از یک چیز حراز داشتن که اگر از مسلمانان حمایت بکنه ممکنه که رای بسیار کلان ایندوها و بودایی ها را در کشور از دست بدن. از یک طرف خود این مسلمانانی که مورد ستم واقع شدن حق رای ندارد و از یک طرف دیگر هم با حمایت از اینها میتونست بخش کلان از آرای خود را حزب لیگ ملی برای دموکراسی از دست بدن. به این دلیل متاسفانه نه حقوق بشر تامین شدن و نه هیچ گونه برنامه‌ای برای تامین این حقوق بشر در روی دست دارن. با برنده شدن حزب خانم سوچی ممکن چه تغییرات در سیاست میانمار به وجود خواهد آمد؟ خب چیزی که انتظار می‌ره تمام مراحلی که در اونجا صورت خواهد گرفتن، انتظار این است که تدریجا خواهد صورت گرفتن. اینه اگر حزب خانم سوچی هم برنده میشه اینها حکومت را بر دست میگیرد، اینا نمیتونه در ظرف یک شب یا در واقع در ظرف یک هفته و یک سال بتونه همه تغییرات بسیار گسترده ای را به وجود بیارند. بخش از مشکلات خدمتتون عرض کردم که مشکلات ساختاری است که برمیگردد به یک زمان طولانی که حداقل اینها آمادگی لازم را داشته باشد و او تمهیداتی را که در یک کشوری که در او فقر وجود دارد، تبعیض وجود دارد، سطح بیسوادی از تمام همسایگانش در اونجا متاسفانه بالاتر هستند و خفقان بسیار شدید بر رسانه ها و رسانه های اجتماعی وجود دارد. همه اینها به شمولی که قدرت ارتش دارد، این ارتش هر بار که خواستن کودتا کردن، همه اینها با توجه به تجربه ای را که حزب لیگ ملی برای دموکراسی به رهبری سوچی به دست آوردن و مردم میانمار در واقع تجربیات را که از حکومت های نظامی دارن، و فکر میکنم که طبعا اولین کاری خواهد، اگر خانم سوچی برنده شود، خواهد کردن که دروازه های کشور بروی سرمایه گذاری خارجی باز خواهد شدن. یعنی کشورهای غربی و کشورهای شرقی، کشورهای همسایشان بتانه در دقل در یک کشور فقیر سرمایه گذاری بکند. و مراحل دومی که آزادی بر مطبوعات را، در واقع آزادی مذهب را که مسلمان ها با او شدیدن نیاز دارد، اینها را روشان مجبوره که باید کار بکنه و در نظر بگیرید این تمهیدات را. آقای مصوی، در اخیر اگر شما داشته باشم در چند کلمه خیلی هم کوتاه، از آنجا که شما بر وضعیت مسلمان ها در میانمار اشاره کردین و بر علاوه مسلمان ها اقلیت های دیگر هم اینجا و امواره بشان نقض حقوق بشر صورت گرفته، بعد از این انتخابات چه انتظار می شود از میانمار در خصوص این اقلیت ها داشت؟ انتظاری که میره ایست که میانمار بتونه حداقل از انزوایی که به دلیل تحریم گسترده بین المللی بعد از سال 1991 به این طرف بر نظامیان این کشور وضع گردیدن، این تحریم ها برداشته شود، دروازه های کشور، دروازه های اقتصادی و سیاسی کشور برای جهان گشاده شود و در واقع تمهیداتی برای تأمین حقوق بشر و مشارکت مسلمانان و حل مشکلات فقر و بیکاری و در واقع فساد، همه اینها نیاز انتظار میره که از طرف دولتی که خانم سوچی تشکیل میتن یکی پس از دیگری حداقل برآورده شد. ولی بازم من فکر میکنم که اولویت اول در کشور سرمایه گذاری است، اولویت دومش کوتاه کردن دست ارتش است و اولویت سومش هم تأمین حقوق بشر. سپاس از شما سید ناصر مصوی، کارشناس روابط بین الملل، از حضور شما در این برنامه. و حال با پایان برنامه فرامرز رسیدیم. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.